تو رو چش کنم به درد من میخور همشه گیره اینم مثلا اون دوره‌ای که من نامزد بودم و یاد گرفتم طوری بود که برای خط لب یه خط لب پررنگ‌تر می‌کشیدم دور لب مثلا در حد سیاه قهوه‌ای تیره همسن و سالای من می‌دونم بعد روژ لبشون رنگ کرم می‌زدن خرید نداشتی شما درسته؟ من خرید ندارم یه بده دبرو بگم من قصد یاد شد کن ولی گفتن که متخصصان پوست اندازه دو تا بند انگشت باید قشنگ از کرم بست اینم 330 تومن بود سلام میکنم خدمت همه دوستان گل امروز دو روز گذشته از عید فطر من و بچه ها خونه ماما موندیم چون تعطیلی بود بعد دیگه امروز دیدیم چقدر خیابونا خلوته وقتی هم که تهران کلا خیابونا خلوته آدم وسوسه میشه که بره بیرون گفتیم بریم یه خریدی بکنیم شما رو هم همراهمون ببریم الان خاطرم نیست ولی چند تا از دوستان گفته بودن که چون ما خارج از کشوریم وقتی شما میرید خرید و فیلم میگیرید خیلی برای ما خوبه انگار که ما هم اونجا بودیم و یاد قدیم میفتیم اینم نشونتون بدم ساعت که گفتم میخواد بره مهمونی اومد خونه ماما اینا اینجا خیلی خوشگل تر شد چون خونهشون بزرگه خیلی قشنگ تر شد هم آبی رو سرت کن هم قرمزه قشنگ در هر صورت باید بتونی با قبلی خدافزی کنی نه قشنگ بود من خیلی دیدم خوشگله اینا هم خوشگله مثل تل الان جنسش بده سمی میشه چیزی بسیم آنجا نرسه هم؟ بسیم آنجا نرسه شکوه آره اونجا مغازه خرید من هم مغازه خرید شما هم خرید داری؟ بله فروشگاهی که میریم چی میخوای؟ من ریملم تموم شده نگین علاقه شدیدی به ریمل داره مثل مامان جانشه هیچی نباشه بر ریمل باشه اینجا هم یکی از خیابونای تهران پارس ببینید چه نوشته جالبی پیدا کردم خوبی که از حد بگذرد نادان خیال بد کند واقعا هم همینطوره چون دست توی این کار ببینیم تقویت ابرو سریتا دارم خیلی تعریفش میکنه خودش طلایی نارنجی میده موشونه پیچه برای منه مشکیه طلایی برای سانه تو دستتون تستش کنم با اجازتون چه نداشته باشه Thank you.
من همیشه در انتخاب روژ لب ضعیفم. ولی من این رنگا رو ترجیح میدم. رنگایی که شما همیشه میخوایی من دوست دارم. آره اینا خیلی خوبه. به رنگ پوست نمیام. آره. هایلایتره بکنه سایه هست و بیم جرمان ها بهتر میدیم. نه نوشته آخه اینو نگاه کن من این سایه ابروه این کانتور بالش نوشته. آها بالاشون نوشته. آها کانتور واسه بینی و اینا کوچیک کنم به درد من میخوره. همیشه گیره اینا. اینا هم روژه کنه است دیگه بالاشو خوندم این دفعه. سایه 12 رنگ تو همه این رنگ ها من این دوست دارم. ببین دارم؟ آره دارم. سانا زده آفتابیت بشه بگیریم. مامان داره روژه لبه ببینم این قهوه نیم. آره دو تا شکل هم همه از این کم رنگ هاست که دوست دارید. این فکر خوب بود اما اولیه که بهتون دادم. آره کامان مثلا باید نگم که دلش کن کرم بزنم. خب رنگی بگیر. خب بعد اونوری یه موقع میخوام فقط برم پیاده روی ننم خوام آرش کنم. چی حالا بزن اونو دیگه. حالا چه به چه میری بیرون واسه پیاده روی. ببین آبرسانو کنترل چربی داره. من خیلی دوست دارم. من تو آینه. ما 37 خرید نداشتی شما درسته؟ من خرید ندارم. یه میده دبرو بگرم من قضیات شد. گاه کن. حالا گفتم من خرید ندارم. کرم گرفته. کرم زده آفتاب گرفته. این نگی من مونده هم لنز هم خاله کرد. لنز گرفت چیزی شما که لنز دیگه نمیداشتی بعد لاک عاشق لاک از بچه هاشنگ داره اینجا چه خوشگل اینا پاپونل داره دختر دختر کچولی داشتیم برش میخواییم. اینجا خیلی کامله کلن فروشگاهشون همه چی هم مراقبتی رو دارن هم آرایشی. نه برای یه نفر میخوام کادو بگیرم یه بچه کوچولو یه دختر کوچولو. ریحانه اینا رنگی شیده چه خوشگله. اوه چه بیرنگه بیرنگه ماما خودشو دوست داره ماما رنگ سر دوست داره کدوم ها کوچولو. نه یه عروسکی هایی داره خیلی بامنده. اینو بگیرم چه رنگی؟ قرمزه دیگه از فرد خواهد برای نوه جاریش بگیره. وای ببین چقدر این ناکو نداره شما خوش رنگه تو مال بچه هاست. خب به درخواست شما که میگید میرید خرید کنید به ما هم نشون بدید، ما دیروز از اون مغازه اون آقا که بهشون میگیم آقا ایرج چند سالیه که این گالری رو میشناسیم چون کلن خیلی هم تکمیله لوازماشون به همین که خیلی راهنمایی میکنن و مشاوره ازشون میگیریم چندین ساله هستن. این تونرا رو نگین و ساناز گرفتن چند ساله ازش استفاده میکنن خیلی راضین. وقتی که صورتشون رو میشورن بعد از آرایش اینو با پنبه استفاده میکنن کلن آرایش باقی مانده رو از روی صورت پاک میکنن. اینا قیمتاش 45 تومنه. بعد شونه پیچ گرفتم که یه عضو جدا نشدنی از من شونه پیچ و سشواره. این آقا برام توضیح دادن چون موهای من حالت ظریف داره یکم خیلی نازک و ظریف کلا موهای ما، گفتن این شونه
این شونه گفتن دو مدل، این حالت این برسیا رو دو مدل داره، هم سیمی هست هم از اینا هست که قدیما به برس پیچوبیا بود میزدیم. گفت اینا وز مو رو میگیره، اونایی که موهاشون مثلا فر زیاده، و باعث میشه که کلن تمام مو رو سریع صاف کنه. و کسایی که کراتین کردن یا برای موهاشون کراتین رو انگار یه دونه هست حجم میدن مو رو، الان یادم نیست، این کارا رو انجام دادم مناسب اون موها هست. اینم 330 تومن بود. خواهرم یه مدل خرید عین همین، ولی برسش یه مدله، فقط سیمیه، اون 290 تومن، اونم جنسش خوب بود ولی این برسو نداشت. اینم که رکسانایه که ما برای آقایون رو میگیریم، چون نهی میگه ماندگاریش بهتره و درستم میگه، ولی مامان همون برای خانوما رو گرفت. اینم که ریمل ابرویی که نگین استفاده میکنه، من استفاده نمیکنم چون ابروی من سرش خلوته، این ریمل باعث میشه که بچسبونه این چند تا شاخرم به هم دیگه، من سایه ابرو استفاده میکنم. این بعد اینو بگم قیمت اینا، این آقا که خب میگم قیمتش خیلی خوبه، دادن به ما دونه 65 تومن ولی همینجا ما خریدیم 80 تومن. نگینم لنز گرفته، خیلی وقت بود از لنز استفاده نمی کرد، دوباره دلش خواست گرفت. سنا جان اینا رو چند گرفت نگی؟ یادت نیست؟ آره فرش لوک، بیشتر اوقات هم فرش لوک میگیره، میگه خیلی خوبه. کرم ضد آفتاب هم گرفتم، همیشه اولیژن استفاده می کردم. بعد یه موردی که بود برای اولیژن خوب بودا، وقتی که استفاده می کردم بعدم مثلا نیم ساعت اینطورا انگار دهنم مزه تلخی میداد. یعنی اینی که میگم خواهرم هم همینطوری میشد، من فکر میکنم به خاطر اون کرم بود، به خاطر همین عوض کردم، سینره گرفتم که میگن تو هوای ایران همون ایرانی بگیرید بهتره، من سینره گرفتم ببینم چجوری، حالا نتیجهشو بهتون میگم. این 75 تومن بود. بعد دیگه ولی خواهرم ضد آفتاب الرو گرفت که خب میگه گفته خارجیه، بعد استفاده هم میکنه، همیشه هم راضی هست. حالا من فعلا اینو نگرفتم، 180 تومنم بود. چند؟ 190 بود؟ 190 تومن بوده. کارتونشو در آورد دیشب. ضد آفتاب خیلی، یعنی من از ضد آفتاب معجزه ها دیدم برای پوست. و فقط یه نکته مهمی که در موردش بگم، من اولا نمیدونستم، کم میزدم چون دوست نداشتم، خیلی کم میزدم، ولی گفتن که متخصصان پوست اندازه دو تا بند انگشت باید قشنگ از کرم در بیارید، و من اینطوری شنیدم، دو تا بند انگشت این سمت، دو تا این سمت، ولی من خودم دو تا بند انگشت به کل صورتم که حالا زیر چشمم که نباید بزنم میزنم، نیم ساعت قبل از اینکه میخواید برید بیرون استفاده کنید. اینم که کرم نرم کننده مامانه، مامان پوستش خشکه، خیلی کرم نرم کننده استفاده میکنه، از اینم خیلی تعریف کردن، روغن بادوم داره، شون کلن چیزای خوبی داره، هم شامپو داره، شامپوهای خوبی، نرم کننده های خوبی. اینم باز مامان گرفته برای مسافرت که میره، میگه این سخته این قوطیه، باید اینو یه دونه تیوپی بگیرم. خب این رکسانای مامانه که گفتم برای خانوما رو گرفت. این رژ لبم خواهرم گرفت، گلدن روزه. اینا هم رژ لبای خوبیه، روی لب میمونه. رنگش هم که این رنگی گرفت، ولی الان شده 85 تومن قیمتش. من دفعه قبل حالا یادم نیست چند ماه پیش، ولی من کم از اینا استفاده میکنم، گرفتم 5 تومن. اینم پارسال بود یا پیارسال، اصلا خیلی وحشتناک قیمت رفته بالا. همینا رو ما میگرفتیم 20 تومن همین دو سال پیش، حالا نمیگم خیلی ساله که اینو استفاده کردیم. یه روغنه، روغن استلو، این روغنی که میگم اینه، روغن آرگان داره به علاوه کوکونات که نارگیله. خب اینو ما خیلی ازش معجزه ها دیدیم، من و خواهرم، آقا ایرج نداشت و باید بریم جای دیگه بگردیم دنبالش، بکنم اینجا داره. اینو خواهر من تقریبا چند سال پیش گرفتی شما؟ سه سال پیش گرفتی هنوزم استفاده میکنی، چون یه چند تا قطره وقتی که از حمام میاد موهاتون دیگه حالا آبش گرفته شده نم داره، کف دستتون قشنگ ماساژ میدید توی دستتون که فعال بشه، بعد به ساقه های مو میزنید. و این خیلی جالبه که روغنای اینطوری زیاده، ولی برای من خواهرم که موهامون چربه،
یعنی ما قشنگ موامو خیلی زود چرب میشه. اگر که از روغن دیگه استفاده کنیم باعث میشه زودتر از موعد چرب بشه. این خوبی که داره برای ما یا دوستانی که مثل ما هستن اینه که اصلا مو رو چرب نمی کنه و وقتی که نم داره میزنیم سشوار که بعدش میکشی خیلی لخت و صاف میکنه، همه وزا رو میگیره و باعث نمیشه که حالا موهایی که مش شده رنگ شده از بین بره و دوشاخه بشه. ولی خب پیدا نکردیم. شما چند گرفتی چند سال پیش؟ بکنم 65 65 گرفته. حالا چند پیدا کنیم دیگه خدا میدونه. و این بستنی موه که خواهرم گرفته و رایه‌های مختلف داره. این الان بیسکویتشه، مثلا نگین طالبیشو گرفت زیاد بوی خوب نمیداد ولی بیسکویتش بوش خوبه، تقریبا کار همینو انجام میده. فقط ایرادش برای موهای ما اینه که چرب میشه موهامون زود، ولی این کارو انجام نمیده. اینم خوبه، از همون که میایم میگم نم داره مو آبشو گرفتیم، از این یکم کف دستمون میزنیم و به ساقه های مو میزنیم. این هم باز خوبه، چون کسایی که مثل من سشوار زیاد استفاده میکنید باعث میشه که مومون یه محافظی داشته باشه روش، سشوار نتونه خرابش کنه. بعد در مورد این حالا ضد آفتاب و اونایی هم که گفتم، برای من خیلی گفتن روتین آرایشتون رو بذارید چی استفاده میکنید. ببینید برای پوست من حالا نه اونطوری تخصصی بلد نیستم، ولی چیزایی که خودم استفاده میکنم و میبینم که خوبه گاهی اوقات به شما میگم. الان این سینره همین ما رفتیم بخریم و اینا، من این فکر رو کردم الان به خواهرم داشتم گفتم مثلا باید ببینم کسی چی به پوستشون میسازه. الان من یه دوستی داشتم موهای خیلی قشنگ و براقی هم داشت، بعد بهش گفتم چه شامپوی استفاده میکنی؟ خنده دار بود که میگفت شامپو تخم مرغی. این شامپو از قدیما، میگفتم شامپو تخم مرغی، راستم میگفت. اونو استفاده میکرد میگفت من هر شامپوی که حالا خارجی بوده آنچنانی هم بوده استفاده کردم مثل این نبوده. اینه که هر کسی به پوستش حالا یه نوع کرم میسازه، یه نوع شامپو به موهاش میسازه، باید ببینه چی بهش میسازه. این خیلی مهمه. الان من سینره رو میگم دفعه اولمه، ببینم چطور میشه. اولیژه خوب بود ولی اون ایراد داشت، حالا ببینم این چطوریه. به خاطر همین نمیتونم توصیه کنم بگم این حتما خوبه، باید ببینید که پوستتون چطوره، با پزشکتون مشورت کنید. میرید مثلا حالا برای پوستتون میپرسید بگید کدوم خوبه که پوستتون ببینن خشک چرب جوش نداشته باشه، بهتون توصیه کنن که اونا رو استفاده کنید. حالا من گفتم که وارد نیستم تو این چیزا، برای آرایشم هم خیلی پرسیده بودن که شما چطوری آرایش میکنید و اینا. آرایشم هم چیز خاصی نیست، همون که از قبل که من نامزد کردم خاله یادم داد، گفت اینو استفاده میکنم. حالا بعدش هم خواهرم نه خب چون دست جدیدتر بودم گفتن این دیگه این آرایش مود نیست، اینجوری بکن. اینو اینجوری من یاد گرفتم و آرایشم که میکنم نه حالا خیلی تخصصیه نه هیچی، ولی بازم اگر که خیلی دوست داشتید یه دفعه کیف آرایشم رو نشونتون میدم یا کیف آرایش نگینم میارم که ببینید ما مادر دخترم چقدر با هم تفاوت داره استفاده هامون، بهتون نشون میدم. مثلا اون دورهی که من نامزد بودم و یاد گرفتم طوری بود که برای خط لب یه خط لب پر رنگ تر میکشیدن دور لب، مثلا در حد سیاه قهوه تیره، همسن و سالای من میدونم. بعد روژ لبشون رنگ کرم میزدن، خیلی وحشتناک میشد ولی مود بود. بله مردم بلا بلا ای بلا بوی گل گردون بلا ای بلا دختر من. یا روژ لب مسی مود بود، مسی خیلی طرفدار داشت، ما میرفتیم بخریم لوازم آرایشی ها بودن مسیمون تموم شده، خیلی باید دنبالش میگشتیم. و جالب اینه که مامان مسی پیدا کرده دوباره خریده، خیلی خندیدیم، گفت من خیلی اینا دوستشم پیدا کردم. خواهرم اینه که بزرگتر شدن، میگم نسل جدید دیگه آرایش های جدید رو گفتم، مثل همین مدل خط لب و اینا گفتن زشته، باید همرنگ خودش باشه. کم کم دیگه ما هم اینطوری بروز شدیم، ولی خب بازم تخصص اونطوری تو کانتورینگ و این چیزا من ندارم. خب اینم از خریدای ما که خیلی دوست داشتید ببینید، خیلی درخواست بود. و اینکه اگر کانال من رو دوست دارید لطفاً سابسکرایب کنید، زنگوله هم بزنید برای اطلاع از برنامه‌های بعدی. خب با آرزوی بهترین ها برای دوستان گلم تا ویدیو بعدی به خدای بزرگ می‌سپارمتون. خدا نگهدار.